من آرمان رو بیارم بالا که هستی با هم بیار بالا، یعنی که می‌خواد درباره فکر کنم آرمان می‌خواد درباره همون آخر حرفاشو که زده بود گفتیم مشکل داره اون تیر آخری که بهمون زد. آرمان خیس چقدر این بالا هوا بهتره. خب آرمان خودت توجیه کن، تو می‌خواستی که هر قومی رو بهشون یه پرچم بدی، یه تیم المپیک جدا بهشون بدی، زبون خودشون رو بهشون بدی. لطف آرمون کردی. بله بله. چجور شد؟ بگو توضیح. من البته آخرش من اگه دقت کرده باشین گفتم میتونن داشته باشن مثلا اجازه این رو که به زبان خودشون درس بخونن داشته باشن، میتونن پرچم خودشون داشته باشن، میتونن انتخاب کنن که میخوان به صورت جداگانه مثلا تو المپیک با پرچم مثلا حالا یک ولایتی یک قومیتی. خب بذار بگم، یعنی تو میگی کشور ما تیکه تیکه کنیم، هر کدومشون تیم المپیک خودشون دارن، زبون خودشون دارن، یکیش میتونه اسلامی باشه، یکیش اسلامی، یکیش سکولار دموکرات باشه، هر کسی زبون خودش، حکومت خودش، پرچم خودش. بله بله. چرا این خوبه؟ شما مثلا میگین ظلم میشه در حق افرادی که فقط پدر و مادرشون تصمیم میگیرن به زبان محلیشون درس بخونن و احتمالاً فقط همون زبان یاد بگیرن. اگر ما بخوایم با زور کل کشور رو به یک زبان مثلا وادار کنیم که اون زبان رو فقط یاد بگیرن، این ممکنه باعث بشه، این هم یه نوع ظلمه و باعث بشه بعضی تجزیه طلب بشن. اما اگه بهشون آزادی بدیم و بذاریم خودشون تصمیم بگیرن که مثلا یه عده‌ای تصمیم میگیرن تو کردستان به زبان کردی درس بخونن، آرمان جو تو میگی اجاز... ممکنه تجزیه طلب بشن؟ تو خود تجزیه طلب که هست تو، یعنی تو تو اصلا تجزیه طلبی گذاشتی، تو بخوای تمام کشورها رو ریزیز کنی اصلا. نمیدونم یعنی میگه ممکنه تجزیه طلب بشه، تو خودت الان گفتی همه کشورت تیکه تیکه کنید. من گفتم زیر یک چتر همه این، حالا بذار بگم بعد کم کم چند نسل که بگذره به صورت طبیعی بدون هیچ جنگی آدم ها مثلا متوجه میشن که اگر ما مثلا به زبان کردی فقط بچه‌مونو بهش آموزش بدیم، این باعث میشه که محدود بشه در آینده از لحاظ شغلی و کم کم به صورت طبیعی آدم ها میرن به سمت زبان های بزرگتر و این البته در کل جهان به صورت طبیعی اتفاق میفته که مثلا پیشبینی میکنن تا 100 سال آینده مثلا 5 تا زبان فقط زنده خواهد بود. و ما نمیتونیم یک کشور کلا بریزیم به هم به خاطر اینکه ممکنه تا چند دهه آینده فلان اتفاقی بیفته، یعنی این کلی ضرر داره تا ما به اونجا برسیم. من کوچولو بگم. بگو. من به نظرم مثل این میمونه که بگیم که آقا افغانستان رو ولش کن، مثلا طالبان مثلا فلان کارو میکنه، حالا خودشون چند دهه دیگه میفهمن دیگه، بعد اونم طالبان رو بیرون میکنن و یه سری چیزا هزینه علکی واسه ما مثلا به این همه بچه مثلا چیز کنیم، مثلا در واقع ظلم داریم میکنیم. میدونی اونا چقدر امکانات محروم میشن، چقدر تو جلو پیشرفتشون رو میگیرن که چند دهه دیگه. مثلا میگم آقا اوکی تو میگی که یه زبون دیگه باشه مشکل نداره، تو همه ایران رو متقاعد کن که مثلا کردی یاد بگیرن، منم یه روزی بچه دار بشم میگم آقا همه قبول کردیم دیگه، الان این بیشتر اینا قبول میکنن. اصلا بحث زبونش نیست که چی باشه، بحث اینه که همه واقعا مثلا کمیته المپیک نمیاد قبول کنه که بگه آقا شما زیر پرچم ایران 500 تا کشور دیگه هم راه بنداز، هر کی مثلا محله خودشون هم یه دونه چیز کنه. یعنی یه ذره رویا پردازانه است، یعنی یا باید اون حالت رو کنیم، یا تو هم قبول داری که راه درستی نیست و خودشون میفهمن، ولی ما به نظر منطقی عقلانی نیست که راجع به همه چی بخوام هزینه بدیم. ببخشید.
یه چیز دیگه مثالی هم که زدی مثل این که بگیم که توی ایران خوب شد که جمهوری اسلامی اومد، به خاطر که مردم یاد گرفته که چقدر حکومت اسلامی بده. یعنی ما اینقدر مثلا هزینه بدیم چندین دهه زیر جمهوری اسلامی بگیم، برای که مردم بالاخره بعد از چندین دهه متوجه میشن چقدر حکومت اسلامی بده. یعنی خب نه، این هزینهش قابل قبول نیست. یکی این، یکی هم تو میگی که خب ما اگه بزور بکنیم که مثلا زبان فارسی یاد بگیرن این انگار بهشون ظلم شده. شما اگه اینو قبول بکنین، خب ما داریم به الان تو همه کشورها داریم به همه بچه‌ها داریم زور میکنیم که ریاضی هم یاد بگیرن، این زور داره بهشون میشه. آیا این ظلمه که همه تو همه جور دنیا اینجوریه که داره بهشون زور میشه که ریاضی یاد بگیرن؟ چون کاربرد داره، یه بچه هم نمیتونه تعیین بکنه که چه چیز برای آیندهش کاربرد داره، برای همین این باید به همه بچه‌ها باید زور بشه که ریاضی یاد بگیرن. شما اینم ظلم میدونید؟ نه، چون که ادالت افراد بالغ اگه تصمیم بگیرن بچه ها، یعنی در واقع بزرگترها بچه ها رو بزرگ میکنن و مسئولیتش با اونهاست. یعنی اگه مثلا اون بچه بزرگ شد و رفت از پدر و مادرش شکایت کرد که چرا مثلا نذاشتین من به زبان مثلا فارسی درس بخونم، اینجا مثلا حق با اون بچه است، چون که مثلا من میخواستم برم تهران مثلا کار کنم، ولی الان چون زبان فارسی بلد نیستم در نمیتونم رقابت کنم با فارسی زبانا. و اینم منظورم، اصلا نمیتونم، اصلا پدر مادران نمیتونن اصلا تعیین بکنن، یعنی این حق رو بچهشون ندارن. خب شما میگی که بچه فقط یه سر تعیین میکنه، پدر مادرش مثلا انسان بالغ هستن. ببین نه، حتی یک هیچ جا یک پدر مادر نمیتونه تعیین بکنه که نه ما بچه‌مون نمیخوایم ریاضیات بگیره. خب یعنی شما تو آمریکا، تو کانادا، تو اروپا این هم به بچه داره این زور میشه، هم به پدر مادر داره این زور میشه. یعنی یه پدر مادر نمیتونه بیاد بگه مثلا ریاضی کفره، من بچه‌م ریاضی نمیخوام یاد بگیره. دولت میاد میگه شما بیخود کردین که بچه‌تون ریاضی نمیخواد یاد بگیره. این یه استاندارده که همه بچه‌های این کشور باید یاد بگیرن. درسته درسته، چون که تمام افراد، یعنی بیشتر افراد بالغ اون جامعه اون رو قبول کردن و اون تصمیم گیری انجام شده. ولی شما فرض کنین آیا یک عده اگه بخوان بگن ما میخوام قارنشین باشیم، آیا ما اجازه داریم اینها رو زور کنیم که نه باید شما تو آپارتمان زندگی کنین؟ چند تا اگه شما انسان بالغ باشین نمیتونیم شما رو زور بکنیم. خب ولی شما اگه برای بچهتون تو این تعیین میکنین که ما میخوام بریم توی غار، من به بچه‌م غذاهایی که مثلا توی زندگی متعدد هست نمیخوام بدم، میخوام برم شکار کنم، مثلا دارو و مثلا بیمارستان اینا نمیخوام بچه‌مو ببرم، توی همون توی جنگل میتونم اینو من درمان بدم. نه، شما اینا رو برای خودت میتونی ممکنه تعیین بکنی، خب ولی برای بچه‌ت نمیتونی اینا رو تعیین بکنی. شما یه پدر مادر صاحب بچه‌شون که نیستن. خب یک دولت باید از تمام شهرونداش مراقبت بکنه و یکی از وظایفش اینه که از بچه ها، از پدر مادرشون، یعنی اگه پدر مادر نتونه این محیطی رو به وجود بیاره که بچه اون استعدادایی رو که باید داشته باشه بگیره و اون نگهداری که باید ازش بشه، غذایی که باید بخوره و داروها و درمانی که باید، یعنی از لحاظ پزشکی همون چیزایی که باید بهش دسترسی داشته باشه رو نداشته باشه، یک حکومت باید وارد بشه و نذاره که یک پدر مادر اینا رو از بچه‌اش بگیره. یعنی برای خودش میتونه تعیین بکنه، برای بچه حکومت اگه یعنی یه نقشی داره، فقط پدر مادر نیستن. میدونی؟ بعد فقط یه چیزا من بگم کوچولو، بعضی چیزا حالا اینا که شما دارین میگین، مثلا خب هزینه هاش کوتاه مدت معلوم میشه، بچه پدر مادر که بچه‌شو ببره تو جنگل، خب شاید مثلا 10 سال دیگه بفهمه که مرض بشه. آره اون که ولی یه سری چیزا مثلا الان چه میدونم اون کسی که تو ایران انقلاب کرده اصلا مثلا خب خیلی هاشون نیستن الان که دیگه مثلا بفهمن که اشتباه کردن، بعد بیان دوباره کارشون رو برگردونن که دوباره اشتباهشون جبران. بعضی چه مثلا میگه 300 سال طول میکشه تا بفهمی اشتباهه، واسه همین ما میایم از تجربه دیگه استفاده میکنیم که ببینیم اونایی که این کارو کردن به چه راهی رفته، حالا ما بعد چیکار کنیم. همه چی واقعا به نظرم نمیشه تجربه کرد، چون یه هزینه هایی داره که اصلا منطقی نیست. نه تنها خودمون داریم راجع به دو نفر بعدمون هم داریم ما تصمیم میگیریم به نظرم، به مردم هم یادشون میره.
مردم تازه آره یادشون میره. یعنی شما فرض کنید که چند درصد مردم ایران امروز تاریخ 100 سالشون مثلا میدونن که بگن که آها اینطوری شد پس ما دیگه این کارو نکنیم. تازه تو ایران هم بیشتر از بقیه کشورها میدونن. یعنی شما نمیتونید روی حساب بکنید که یه اتفاقی میفته یاد میگیرن پس دیگه این کارو نمیکنن. نه، مردم یاد نمیگیرن، یاد تاریخشون هم نمیدونن. اصلا تو بگو یه سال بعد میفهمن درستش میکنن. اون یه سال هزینه داره دیگه، یه سری بعد تو یه سری آدمو دخیل کردی که مسئول تو نما تصمیم بگیره براشون چه بخواد بچت باشه. الان خیلی جای دنیا دارن چیز میکنن که آقا شما حق نداری تا فلان سال تعلیمات دینی بچت بدی، مثلا ندارن روش صحبت میکنن. به نظرم چه درستی هم هست، مثلا نباید اینو القا کنی همون این که بگی نظر ریاضی بخونه مثلا، یعنی خودشون باید بسنی برسن انتخاب فرمس بس. بعد واسه من یک سوالی، به نظر شما مثلا 20 سال افغانستان خواستن به زور مدرنایزش کنن، آیا مردمش الان مدرن شدن از لحاظ فکری و اونجوری که مثلا آمریکا میخواست، آیا شدن یا نه؟ ببین آرمان جان، من اگه میگم یه سری چیزایی به زور درسته، معنیش نیست که همه چی به زور درسته. اتفاقا وقتی که مدرن کردن، اتفاقا این چیزی که ما داریم، من همیشه تبلیغ میکردم که از بالا به پایین نباید بشه. خب هم تو افغانستان دیدیم که جواب نداد، هم ببین رضا شاه یه سری چیز تو ایران جواب نداد، یه سری چیز هم آتاتورک بالاخره الان ترکیه رو میبینیم جواب نداد، هم تو آمریکا این خواست مدرنایزش کنه. مگه افغان به این هدف رفت؟ نه، ولی خب با این هدف نرفت ارشن جان، ولی یه سری فعالیت‌های حالا به طور خیلی خاص مثل آلمان بشه. نه البته هدفش این نبود، هدف اصلیش این نبود، ولی یه سری فعالیت هایی شد. همه افغانستان هم نه، مثل که کابل و اینا شد. خب ولی هم اینا جواب نمیده، از پایین به بالا باید روی مردم کار بشه، نه از بالا به پایین. خب منم برای همین میگم ما براندازه اگه داره تبلیغ میشه، ما نمیتونیم از بالا به پایین فقط حکومت عوض کنیم فکر کنیم همه چی خوب میشه، از پایین به بالا هم باید کار فکری بشه. خب ولی من اگه گفتم به زور یه سری چیزایی به زور درسته، معنیش نیست که همه چی. اتفاقا من کاملا ضد این، اکثر موقع ها طرفدار آزادی ام. خب یه سری چیزای خاصی هست که نه باید به زور بشه، مثلا تعدادش هم اونقدر هم زیاد نیست، اکثر موقع من طرف آزادی ام. ولی اگه یک پدر مادری مثلا بچه‌شون مریض بشه، بعد اینا بیاد میگن ما به دارو اعتقاد، ما به مثلا پزشک، به روش‌های درمانی مدرن اعتقاد نداریم و ما می‌خوایم این آزادی رو داشته باشیم که به بچه‌مون دارو ندیم، نه این آزادی رو نباید بدیم. خب درسته که من به آزادی اعتقاد دارم، ولی اینجا دولت باید وارد شه که شما نمیتونید به بچه‌تون این دارو رو ندید، ما به زور باید این دارو رو به بچه‌تون بدیم، شما بخواید نخواید ربطی نداره. خب چون من بعضی جاها میگم به زور یه چیزایی باید به زور باشه، معنیش نیست که پس مثلا اعتقاد دارم که مدرنیزه کردن مثلا یک جامعه باید به زور از بالا به پایین باشه. اتفاقا من کلی علیه این تبلیغ کردم. درسته، ولی خب این هزینه رو باید آدما بدن دیگه. مثلا حالا من یه مثال میزنم ببینین آیا میشه تعمیمش داد یا نه. یک تینیج و یک نوجوون و پدر مادرش به زور مثلا میخوان یک رشته اصلا درس بخونه، فقط درس بخونه، نه حالا حتما یک رشته خاص، و این تمام تلاشش رو میکنه که از زیر این در بره، حتی ممکن اون کار رو بکنه اما در آینده اون شغل رو نداشته باشه یا اصلا بره دنبال یه چیزی که اگه اون رشته رو نمیخونه یا اگه حتی درس نمیخون میتونست انجامش بده، و فقط مثلا 10 سال از زندگیشو از دست میده و کلی هم آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی میگیره، چیز میکنه، آسیب‌های روانی بهش تحمیل میشه. بعد اما اگه آزاد بذارنش مثلا تا سن 21-22 سالگی که کاملا بالغ بشه و بتونه فکر کنه، شاید چند سال عقب افتاده باشه از اون تایمی که میتونست درس بخونه، اما بعد از اون اگه از به صورت درونی بتونه بفهمه که چی براش بهتره،
من فکر میکنم که آدم موفق تری با آسیب های روانی کمتری خواهد بود و این آسیب های روانی اگه بخوام تعمیمش بدیم به جامعه، ممکنه مثلا آسیب های که از جنگ ها آدم ها میبینن، نسل کشی ها، از همین اتفاقاتی که الان تو افغانستان داره میفته میتونیم تعمیمش بدیم. به هزینه که تو مثال گفتی چه هزینه بود؟ مثال هزینه این که ده سال از عمرش رو توی جنگ با خودش سپری کرده، یعنی زیر زور بوده، یک درسی رو که دوست نداشته خونده و توی حافظش، تو حافظه تاریخیش این میمونه و در آینده آدم مثلا یه مثال بزنیم، ما میتونیم مثال یه جوری بسازیم که هزینهش کم باشه و سودش بالا باشه. مثلا من میتونم بزنم که بهت نشون بدم که ببین من مثلا بریم آرمانو برداریم، 10 مرد خیلی گنده رو برداریم، قوی رو برداریم، بیایم بگیم که آرمانو چیزه 1 ماه همینجوری هر روز با چوب بزنید. خب بعد تو آرمان بگه که خب چرا این کارو با من میکنی؟ میگم آرمان نگران نباش، بعد از اینکه تمام این 1 ماه با چوب زدیمت، تو میفهمی که چقدر خوبه که اکثر روزها نداری 10 نفر بیان با چوب بزنندت و خیلی احساس خوبی میکنی و یاد میگیری نداشت چقدر زندگی عالیه وقتی که 10 نفر با چوب تو هر روز نمیزنن. یعنی تو فکر میکنی این ارزش این درس رو داره؟ آقا یه چیزی هم هست، مثلا نمیتونی ثابت نشون بدیم چیزه، مثلا اگه یه نفر خودش رشتهش رو نتونسته انتخاب کرده، رشتهش رو دوست نداشته، بعد این باعث نسل کشی و طالبانی ها شده، که اصلا من هیچ جوری اینا نمیتونم ربطش رو بفهمم. ولی بعدش یه مشکلی که ما داریم سیستم آموزشی مونه. خب ولی در کل اینا روش تحقیق شده، فکر کردن که آقا بچه تو این سال تا این سال اینو یاد بگیره. نمیتونیم بگیم که آقا ولش کن بچه رو 20 سالگی میفرستی مدرسه که اون موقع به ارزش درس و خوندن نوشتن رو بفهمن. اینا یه جوری برنامه‌ریزی شده که اون مثلا یه نفر تو بهترین بازه که میتونه بازه داشته باشه تو درس خوندن، اون تو اون تایم بره دانشگاه اون رشته که دوست داره بخونه، که مثلا وقتی به یه سنی هول هولوش میرسه بره بازار کار استفاده کنه. یعنی اینجوری بخوام حساب کنیم، یه طرف 30 سالگی بره مثلا دانشگاه، تازه 50 سالش میشه بره تو بازار کار، خب خیلی ضرره دیگه. اینا نمیشه، اینا فیک شده، همینجوری نیست. حتی اگر بگیم بالاخره آرمان یاد گرفت، بهتر این بود که مثلا یه کسی میومد توضیح میداد که ببین من تجربه دارم که این کار اشتباهه، اگه این رشته رو بری برای تو بهتره. یعنی اگه بدون هزینه میتونستیم راهی پیدا بکنیم که به نتیجه برسه، خب این بهتر بود. خب آره، و ما آموزشی ما مشکل داره که اینو بهمون یاد نمیده. که مثلا من خودم خیلی ها رو میدیدم، خودم مثلا که موقعی که میخواستیم بریم دانشگاه واقعا ما نمیدونستیم چی دوست داریم، به خاطر این ضعف سیستم آموزشی ما از ایرانه که نیومده تو تربیت کنه ذهن جوری باشه که بیت 4 تا چیز بهت نشون بده، بدون که آقا این تو کدومو دوست داری. یعنی من بعد اینکه مثلا درسم تموم شد تازه میگفتم احمد کاش فلان چیزو میخوندم. یعنی خیلی به پدر مادرم ربط داره، به نظر سیستم بعد درست شد. یعنی وقت دیگه آرمان جان اگه تو میتونی مثالی پیدا بکنی که یه کسی با یه هزینه بالا به یه نتیجه درست رسیده، این معنیش نیست که این قابلیت وجود نداشت که به همون نتیجه درست برسه یه نفر با هزینه کمتری. خب با هزینه خیلی کمتری، با استفاده از تجربه های کسای دیگه‌ای که هزینه رو دادن، که تو خودت لازم نمیشه هزینه رو بدی. خب مثلا شما همین تو اروپای غربی رو میگی نگاه بکنید، بالاخره فرانسه اگه به یه جایی رسید که مثلا تونست بهره ببره از افکار عصر روشنگری، فرانسه خودش به شدت هزینه داد. خب ولی برای اروپایی بغل دستش که بالاخره بعد از این مدت این عقاید رواج پیدا کرد، اونا این عقاید اون هزینه رو ندادن. اون عقاید دیدن که چقدر این عقاید کاربرد داره، گرفتنش استفاده کردن و سودش هم بردن و هزینه فرانسه رو ندادن. چرا اون ما بگیم نه شما باید این هزینه رو بدین که این عقاید استفاده بکنیم، میگن خب ما مرض داریم، ما دیدیم که ما داریم نگاه میکنیم بقیه که هزینه شده دارن یاد میگیرن، خودمون دیگه لازم نیست هزینه شو بدیم. یعنی بدون هزینه هم میشه به اون نتیجه رسید. آره اگه بتونیم آدم ها رو آگاه کنیم. آره اگه بتونیم بهشون اطلاع رسیم. نکته طلایی همینه دیگه.
ببین همونجور که دیدیم اتفاقاتی که برای یک ملت میفته ممکنه تو حافظه تاریخشون نمونه، خب ولی اگه قراره تو حافظه تاریخشون بمونه لازم نیست که حتما تو تاریخ خودشون باشه، میتونه توی اگه ما میتونیم آگاهی سازی بکنیم که مردم تاریخ رو یاد بگیرن، خب میتونن از تاریخ همه یاد بگیرن، چرا فقط برای یه بلای سر خودشون بیاد. درسته، ولی بفهم من میگم، نه میگم که این بیشتر یه روش چیزه، یعنی من خودم راجعش فکر میکنم یه موقع که مثلا میگم که مثلا انگار آدم خودش داره گول میزنه، میگه اوکی 40 سال اینجوری شد، باز خوب شد که مثلا مردم خرافات رو فهمیدن چیه و این دیگه، خب من چاره ای ندارم 40 سال گذشته که نمیتونم جبران کنم، شاید یه موقع می فکر بسنه من برسه که آه خوب شد اینا اومده حداقل این خرافات در مملکت مون شاید برداشتش، ولی خب پیش خودم میدونم که واقعا این راهش خیلی راه بهتری بود که بکنم این کار انجام بدیم، این همه هزینه و بدبختی و اینا هم نکشیم. ما بریم مثلا فرض کنیم بریم این مادرای آبان بریم بگیم که ببینید شما درسته که بچه‌هاتون از دست دادین ولی این خوبه برای هزینه آزادی بود. آره یعنی شما یه نفر با چوب می‌ریزن واقعا نفر می‌زنن. ببین مادر بالاخره شما بچه‌های شما رو از دست دادین به خاطر اینکه این هزینه که ما باید بدیم که مردم ایران یاد بگیرن که چقدر وضعیت بده. خب نمیشه. بهتر بود که این هزینه رو نمی‌دادیم. نمیشه. آره شاید حق با شما باشه، ولی جالبه صحبت دارم اینجا حتی، یعنی نه من کلا سعی میکنم ذهنم پرواز کنه و اینو با بقیه در میون بذارم، چون بهش میگن برین استورمینگ، همینجوری میگیم از همه چی میگیم، از توش یه چیزی در میاد، حتی یک سری چیزهای اشتباه میگیم، مسخره میگیم. نه این اتفاقا بهترین روشه، یعنی افکار تو بدون فیلتر بذاری برای نقد بیرون و ببینی مردم باهاش چیکار میکنن، این خیلی تعصب نکتهش خیلی بدون تعصب. آره منم یه دلیلی که برنامه ها رو مثلا اینجا با لایو میذارم به جای اینکه مثلا از قبل رکورد کنم بذارم اینی که همه میان کلی مثلا بعضی موقع تو لایو چت یه کسایی یه چیزایی میگن یه نقدایی میکنن، من سعی میکنم مثلا ببینم که دنبال نقدای خوب میگردم که نظرمو عوض کنم، یعنی این بهترین روشه. هیچ وقت نمیتونین به خودتون اتکا بکنین که اشتباهات خودتون رو پیدا بکنین، باید عقایدتون رو بذارین بیرون که نقد بشه. من واقعا یه چیزی که اخوید واقعا اینو خیلی از تو دیدم و ازت یاد گرفتم واقعا، مخصوصا حالا توی چند وقت اخیر، حالا قبلا مثلا شاید توی برنامه عصبانی می‌شدی، مثلا برنامه بعدیش میومدی میگفتی که آره من مثلا فلانی راست میگفت، مثلا من چه میدونم من عصبانی شدم فلان، ولی من الان میبینم مثلا شاید خیلی برام جالب، مثلا بار اول یه ذره مثلا شوک شدم، مثلا یه ذره که مثلا تو داری سعیسی با یک بحث میکنی بعد طرف یه جمله بهت میگه بعد تو میگه آره راست میگی من اشتباه کرد، مثلا اینجوری نبودم، حتی اگر کاری که به نظر خودم باحال بود این بود که مثلا بعدا میرفتم روش فکر میکردم بعد میرفتم بهش میگفتم آره تو راست میگی، اون لحظه ولی مثلا یه چیزی داشتم یه گاردی داشتم که مثلا اصلا نمیفهمیدم، ولی خب دارم سعی میکنم که اینجوری باشه واقعا یه چیزی درست میشم الکی روش با فشار رو حرف غلط خودم. البته این کار سختیه ها، یعنی من مطمئنم که خودم هم کار سختیه، یعنی من حالا بعضی موقع میفهمم به عوض میکنم ولی اکثر موقع ها ممکنه من یه عقیده غلطی رو به خاطر تعصبم دارم گاردش میکنم، به خاطر اینکه به طور ناخودآگاه ما هر موقع فکر میکنیم که اگه کسی اثبات بکنه که حرف ما غلطه هویتمون اصلا برده زیر سوال، برای اینکه ما خودمون رو عقاید خودمون رو میدونیم، برای همین اگه یه کسی نشون بده که عقایدمون اشتباهه احساس میکنیم که اصلا وجودمون رو زیر سوال برده. خب یعنی این یه چیز احساسی است که سخت باش مبارزه کرد، اینو باید تمرین کنیم تا بتونیم یک مقدار مایع تر باشیم، یک مقدار جلی تر باشیم که اگه لازم بود تغییر حالت بدیم، اگه عقایدمونو که انگار هویت ماست منیت ماست بتونیم تغییرش بدیم، چون این باعث پیشرفت میشه، اگه قرار باشه چوب خشک باشیم هر کسی هر نقدی بکنه به یک گوشم میخوره. واقعا هر بچه هایی که میان اینجا جنبه هست نه بگو حرفتو بزن بعد من یه سوال تو لایف چت شد میخواستم ستامون با هم جواب بدیم. آره باش این بگم من واقعا بچه هایی که میان اینجا خیلی بچه هایی که میان حتی عقایدشون 100% هم با من مخالفه، ولی من مثلا خیلی ها که میان مثلا اینجوری هم که
اون مدل تعصبی، اون مدلی نیستن که اصلا نشنون تو چی میگی، حرف میزنن با ارتباط برقرار میکنم. باورتون نمیشه، من تو کلاب هاوس بودم چند وقت پیش، یه رومی دیدم فکر کردم تایتلش رو واسه خنده زدن، خنده اون تو دارم مسخره بازی در میاره. بعد رفتم اون تو، واقعا من یه رو همینجوری دهنم وا مونده بود که اینا چی دارن میگن. یه سری آدم تعدادم کم نبودن، داشتن راجع این حرف میزدن که تایتلش چی توی مایه ها بود که اثبات علمی در شکم نهنگ زندگی کردن حضرت یونس. نه به جان خود اصلا من باورم، بعد واقعا داشتن علم مثلا پیش خودشون علمی بحث میکرد یه سری آدم، و من میگفتم آخه مگه میشه چنین چیزی؟ اصلا هر چی بگه چیز قضیه کم نمیکنه، یعنی میگم حتی اگه آدم اعتقاد اونوری هم داره، اینجوری دیگه من نمیفهم که چی میتونه آدم رو انقدر کور کنه که تو بیه راجعه همچین چی. به جمعه یه جمله شو فهمت بگم، این بود یکی اومد مثلا تو خواست منطقی باشون حرف بزنه، گفت آها میدونی مثلا تو معده نهنگ چی وجود داره، نه اسید چی چی یه چیز همچین اسمش آره. اون گفت آره. گفت مثلا میدونی تو یه بار اینو نفس بکشی بره بالا چه اتفاقی برات میفته و اینا؟ گفت بله میدونم. گفت خب این حضرت یونس شما چجوری 5 روز 7 روز اون تو زندگی کرده و اینا؟ گفت نه مشکل شما همینه دیگه، اطلاعات نداری کی گفته رفته تو معدهش، این تو پیش معدهش بوده اون چند روز، اونجا هم اسیده نیست. یعنی میگه واسه فکراش که مثلا یه چی پیدا کنه، و واقعا جدی داشته این حرفا رو میزنه، من اصلا باورم نمیشه. آرمین منقلب شده است. لایو من فقط بگو آرمان جان، شما میخوام این آقا به تیزین یه سوال کرده تو لایو چت بخوام ستامون جواب بدیم. البته میگم اینا، آره اینا میگم مختص مسلمونا نیست، حتی کسایی که با آدم فضایی ها اعتقاد دارن میرن تو مقالات علمی از هر جایی یک کلمه علمی میارن به هم میچسبونن. اتفاقا میخواستم به دارمین پیشنهاد بدم یک برنامه‌ای با یک متخصصی کسی رو دعوت کن که بیاد یاد بده چجوری شبه علم و از علم جدا کنن بچه ها. داشتیم برنامه ولی بازم میاریم. آره باشه. کام ارفان کسرایی راجع به این صحبت کردیم. آره ارفان کسرایی رو داشتیم. بریم بگردیم. اصلا ندیدم. آره. خب من این سوالو سرچ کنید جمهوری بی خدایان ارفان کسرایی یا که و شپرمی میاد، خیلی خیلی قشنگ کسرایی. حالا من این سوالو هایلایت کنم. آقا به تیزبین پرسیده آرمین پسرم خیلی مذهبی داغی شده، چجوری بهش بفهمونم که درگیر مذهب نشه؟ شما چجوری اینو جواب میدید؟ آرمان بگو بعد من بگم. اتفاقا من میخواستم بگم هشون تا من بگم باش من میگم. خب من نمیدونم پسرش منظورش چند سالشه و اینا، این خیلی مهمه که مثلا به این چند سالش یه سای اطلاعات راجع بشه شده باشیم. منم تخصصی حرف نمیزنم، من چیزی که به ذهن خودم میرسه فقط دارم میگم. یه ذره من مشکل دارم، الان اتفاقا آرمان داشت میگفت که مثلا تو دینای دیگه هم مثلا تو آتئیست هم این قضیه هستش، حتی تعصبی هایی که مثلا روی این قضیه یه جوری حسابت میکنه که از اون ور پل میفت. راجع به این داستان هم همینه واقعا، منطقی دیگه، یعنی همین مثلا میگم به همین چیزایی که روش هایی که جواب داده همین نمی، اگه سنشون مثلا بالا 18 ساله مثلا تا حدی میگه نوشتن 14 سالش واقعا خیلی تخصصی آرمی، من نمیتونم جواب بدم. من نه بچه داشتم نه تحقیق کردم، هر چی بگم واقعا یه تجربه ای که این برنامه دیدم فکر نمی‌کنم من روش صحبت نکنم بهتر. خب من اشتباهی میکنم. بگو تو. منم تخصصی ندارم، ولی اگه پسرم اینجوری میبود خیلی اصلا یک جوری رفتار نمی‌کردم که گارد بگیره و مثلا پسیولی به صورت مثلا نشسته رو مبل من یه چیز علمی نگاه میکردم که اونم بشنوه، مثلا داره کار دیگه میکنه بشنوه، و آروم آروم مثلا یه روز با دوستام مثلا میخوام برم یه موزه جایی، یک موزه علمی جایی هست، ببرمش کم کم بدون این که
شلیک کنم به مذهبش، فقط یه سری حقایق علمی رو که اون میدونه با دینش متضاده، بدون اینکه به اون سمت شلیک کنم بهش گوش زد میکنم. یعنی چون بچه‌ها تو این سن و سال خیلی لجبازن و شما هرچی بگین بیشتر رون هویتی که اون موقع دارن چیز میکنن، سرسختی نشون میدن، پافشاری میکنن. به خاطر همین فقط باید آروم آروم بچه رو چیز کنین دیگه، ببری زیر دوش آب گرم. اگه یهو بریزی روش ممکنه بگه آخ سوختم فرار کنه، ولی باید کم کم به اون سمت بکشونیش. و یکی دیگه هم این که باید دوستای خوبی رو، دوستای علمی تری نسبت به دوستای مذهبی تر واسه بچه ها بعض از روانشناسا میگن بخری. یعنی باید هزینه کنی، مثلا یه اردویی میخوان برن، یه مسافرتی میخوان برن، بچه هایی رو جمع کنی که به نظرت عاقل تر هستن، محیط رو باید آماده کنی. من خب بذاری منم جواب بدم. من تجربه شخصیم بگم، یه جمله ببخشید که بعد تو کامل. من همه دیستی یادم افتاد راجب 14 سالگی خودم که فکر میکنم الان آرمان هم اشاره کرد آدم نمیخوام تعمیم بدم به همه، ولی من خودم اینجوری بودم که همین که آرمان میگه خیلی لجبازی میکرد آدم و خیلی آدم از محیطش بیشتر تأثیر میگیره تا خانوادش. حالا اگه تو همون محیط نزدیک جایی که من زندگی میکردم مثلا، خیلی بعد احتمالا حالا دوروبرش چنین فضایی بوده. و الان من یاد داروین افتادم که مثلا توی یکی از این کتاب ها بود، یادم نیست کدوم، که میگفت این خانومش و بچه هاشو میبرده کلیسا، مثلا میخواستم برن کلیسا باشون میرفته، مثلا تا پشت تو نمیرفته، خوش بیرون باید میسه اینا میبرده میابرده، بعد مثلا فرداش میرفته از زیر میکروسکوپ مثلا بچه هاشو چی نشونش میداده، که یه چنین چیز اینا به ذهنم رسید. گفتم اینا بگم آرم ببخشیدم. آه نه خواهش. من ببینید، من چون که خودم هم تخصصی ندارم، من چیزی رو الان میگم که من انجام فکر میکنم انجام میدادم اگه مثلا پسر من بود. خب برای من نمیگم، مطمئن نیستم که آیا این بهترین راهه یا نه، فقط دارم چیزی رو میگم که من انجام میدادم. ممکنه این راه درست باشه، ممکنه راه اشتباه باشه. خب ولی من فکر میکنم بر اساس چیزایی که دیدم، مطالعه کردم، به نظرم مهمترین چیز رابطه ای که شما با پسرتون دارید. من یه مونوری سوپرچت فرستاد، ممنون مو از سوپرچتت. الان هم خودشون آقا به تیز بینم گفتش که بدجور گاردش بالاست، یعنی این کسی پسرشون اصلا مثل این که قابل اینجوری نیست که مثلا بخواین روش تاثیر بذارین، گاردش بالای بالاست. خب برای همین اگه گاردش هم بالاست، به نظر من اگه پسر من بود، من اصلا سعی نمی‌کردم که مثلا به نظرش بیاد که من دارم سعی میکنم رو عقایدش تاثیر بذارم، برای اینکه ممکنه نتیجه برعکس بده. خب یا اینکه بخوام بیام دوستاشو براش تعیین بکنم، اینم بشه. اگه کسی گاردش انقدر بالاست، اونم نتیجه عکس میده، انگار اصلا داریم فضولی میکنیم تو زندگیش. خب به جای اینکه سعی کنم که به نظر برسه براش که من دارم سعی میکنم عقایدشو به یه جهتی هدایت میکنم، یا خوام اصلا توی عقایدش دستکاری بکنم، فضولی بکنم، بیش تمرکز میکردم توی این مدت فعالیتم روی این باشه که رابطه خوبی با پسرم داشته باشم، که اونو از دست ندم توی این مدت. خب یعنی خوب احساس بکنه که با یه دوستی خیلی قوی با پدرش داره، بیشتر تمرکز میذارم روی اون. خب اگر بخوام بعد از اینکه واقعا احساس، اگر روی این کار تمرکز کردم به یه جایی برسم که واقعا احساس بکنه که پدرش دوستشه و اعتماد میکنه، بعد از اون ممکنه به جایی که سعی کنم روی عقادش تأثیر بذارم که اون یه جوری دعوتش بکنم، بدون که خیلی عمدی به نظر بیاد، که نشون بدم قابلیت اینو دارم که اون رو من تأثیر بذاره.
خب یعنی به جای اینکه من بخوام عقاید اون عوض بکنم، مثلا به نظر کنجکاو بیام، به نظر مثلا یه مقدار از چیزایی که اون میدونه مثلا یعنی اونو دعوت بکنم که اون بیاد روی من تاثیر بذاره و من سوال کنم. خب به این میگن در سوکراتیک مثل، یعنی سوالی هم که میکنم باید خیلی مراقب باشم سوال به نظر نیاد برای این به خاطر این باشه که دارم نشون میدم ضربه میزنی، ضربه میزنم، یعنی دارم سوال میکنم برای اینکه آها برام سواله، برای اینکه میخوام بدونم یه چیزی رو نمیدونم، یعنی کنجکاوم. خب و با سوال کردنم اونو توی موقعیتی بذارم که بخواد یاد بگیره که عقایدش رو توجیه بکنه و دنبال دلیل بگرده خودش. خب نه احساس نکنه که تو از عقایدش داره دفاع میکنه برای اینکه تو داری ضربه میزنی، داره دلیل پیدا میکنه برای عقایدش، داره سعی میکنه توجیهش بکنه برای اینکه داره به تو میخواد جواب سوالای تو رو بده. خب و به جای اینکه یک نتیجه رو بهش معرفی بکنم، سعی کنم روش استدلال رو اینجوری بهش معرفی بکنم. خب یعنی بهش میگم این نتیجه غلطه، این نتیجه درسته، قدرت استدلالش مقدار ببرم بالا به خاطر اینکه داره سعی میکنه به تو جواب بده. خب اگرم توی این موفقیت داشته این مقدار که دیدم مثلا قدرت استدلالش داره میره بالا، یه کار دیگه هم که ممکنه آخرش بکنم اینه که شکگرایی رو یه جوری تبلیغ بکنم بدون که به نظر برسه دارم شکگرایی رو تبلیغ میکنم، با این که با سوالهایی که تمرکزش رو اینه که این چقدر احتمال داره که این واقع مطمئنی، یعنی این چقدر احتمالش هست، یعنی احتمالی سوال بکنم، یعنی اینو مطمئنی مطمئنی، یعنی ممکنه این غلط باشه خب، ولی بازم این به خاطر ضربه نباشه، یعنی واقعا برای سواله، یعنی یه کاری بکنم که خودش از خودش بپرسه که چقدر آیا احتمال داره که این غلط باشه، آیا این حالا بعضی چیزا رو فکر کنه واقعا کاملا 100% مثلا وجود خدا و اینا رو، ولی حالا این بقیه اینا چیه، آیا مثلا این عقاید شیعه ها کاملا 100% یا این مثلا 99%، یعنی یه ذره معرفی شکگرایی. اینا روشایی رو که من فکر کنم جواب میده، ولی سوکراتیک مثل به نظر من یعنی روش سوال پرسی به جای اینکه دادن جواب و گذاشتن شخص مقابل توی شرایطی که اونا مجبور بشن عقاید خودشون رو برای خودشون توجیه بکنن، این به نظر من کاربردش خیلی بالاست. نظر شما چیه؟ آره خیلی خوبه، ولی اینکه میگی دوستا رو مثلا چیز نکنیم، تعیین نکنیم براش، نباید جوری این کار رو بکنی که متوجه بشه، یعنی اگه بچه تو این سن دستتو بخونه گاردش همچنان نگه میداره و حتی ممکنه داغتر بشه، متعصبتر بشه، یه موقع دیدین رب به داعش پیوست. و یه چیز دیگه هم که هست، حالا در مورد بچه ها نمیدونم، ولی در مورد آدم ها هرچی که مرفه تر بشن و هرچی به دنیا نزدیک تر بشن، به لذت های دنیا نزدیک تر بشن، بیشتر از عقاید داغ مذهبی دور میشن. این آیا درسته به نظر شما؟ آره اینم درسته فکر کنم. خیلی به محیط بستگی داره کجا هستن و اینا، یه ذره، ولی همون که آرمی میگه از همش مزن درست‌تر اینه که به جای اینکه بخوای مثلا مثالی بود میزدم گفتم به جای اینکه ماهی مثلا میخوای بهش بدی ماهیگیری یادش بده، اگه اون روش درست بدونه که مثلا چجوری میتونه با مسائل مختلف برخورد کنه، منطق نقدپذیر داشته باشه، بتونه نگاه اندیشه نقادانه داشته باشه، نه به صورت فلسفی چیزش هم مسائل جزئی، ولی به نظرم خیلی افرادی هستن که میتونن تخصصی مثلا مشاوره بدن بهتون که نه فقط در رابطه با این موضوع که مثلا میخواین یه چیزی درسته بچه‌تون بگین چه جوری بگین. ما هر ما خیلی همون جامعه سنتی ایران بودیم، مثلا پدر مادر از غلط ترین روش هم استفاده میکرد، ولی اونایی که حداقل یاد دادن بچه‌هاشون که بتونن منطقی و مثلا من پدر خودم خیلی مسئله بود هنوزم هست، ولی داستان اینه که یه جوری مثلا بود که مثلا من اجازه اینو به خودم میدادم که شک کنم به مثلا همین، این فکر کنم یک نکته طلایی بود واسه من که یه جایی به خودم اومدم، ولی خب تو بعضی خانواده اینجوری نیست، یعنی انقدر اون چیزا
درست و روحانی نشون داده میشه که حتی میترسه آدم که شک کنه بشه. ببین قاسم اتفاقا تو لایو چت داره میپرسه یه مثال بزنیم درباره چیزی که گفتیم. حالا من مثلا این مثالم که میزنم، مثلا با یه نفر که داشتم صحبت میکردم میگفتش که مثلا تنها راه سالویشن، حالا نمیدونم فارسی چی میشه، ولی تنها راه بهش رفتن مثلا اعتقاد به مسیحه. خب بعد مثلا میگفتم که میتونی ازش بپرسی که چرا این اعتقاد داره؟ بعد مثلا ممکنه بگه برای اینکه این اعتقاد مسیحی هست، من مسیحی هم این اعتقاد دارم. بعد میگم خب، میگم حالا اعتقاد مسیحی هست، از کجا میدونی که مثلا این درسته؟ خب مثلا میگم بعدم یه ذره میتونی حرف بزنی، تایید بکنی، یعنی که نه تایید بکنی ولی به نظر ببین، مثلا یه نفر میتونه بگه که من به عنوان یک مسیحی فکر میکنم که اعتقاد به مسیح تنها راه رفتن به بهشته. خب تو میتونی بپرسی که خب تو این از کجا میدونی؟ سند داری؟ اثبات داری؟ یا میتونی ازش بپرسی که نه تایید نمیکنی، ولی به نظر داره میرسه که میدونی میگی تایید داری میکنی که این اعتقادشونه. خب نه اینکه داری تایید میکنی که این حرفشون درسته. بعد میگی چه جالب، بعد اینو از کجا میارن مسیحی ها؟ خب یعنی چجوری به این اعتقاد دارن؟ از کجا میدونن این اعتقادشون درسته؟ خب یا که مثلا تو از کجا میدونی که این اعتقاد درسته؟ خب بعد مثلا میگن خب تو انجیل گفته. بعد مثلا به جای اینکه همون اول بگی خب از کجا میدونی انجیل درسته، مثلا یه ذره بگی که چه جالب، پس چون مثلا میتونی حرفش رو تکرار کنی، یعنی میگی آها چون مثلا مسیحی ها میگن که انجیل حرف هر چیزی که تو انجیل گفته درسته، و چون انجیل گفته که تنها راه بهش رفتن اعتقاد به مسیحیه، پس این معنیش اینه که مسیح حتما خداست و ما اعتقاد باید بهش داشته باشیم که بریم بهشت. خب درسته، یعنی به جای اینکه همون اولش بپری بگی که خب پس تو این از کجا میدونی، میتونی حرفی رو که زده رو تکرار کنی که بعد که بهش تکرار کنی که اون بهت تایید بکنه که درست منظورش رو فهمیدی یا نه. خب یعنی بگی که خب پس تو داری اینو میگی که بعد اونا بگن که آها پس این گوش کرد به حرفم، خب و ممکنه درست فهمیدی ممکنه درست نفهمیدی، و اگه درست نفهمیدی با تکرار حرفشون بهشون این موقعیت رو میدی که یه مقدار واضح ترش کنن. خب یعنی گوش میکن، یعنی همون اول هم نمیپری روشون خب پس اینا به من سند بده که اینا از کجا میدونی. با تکرار حرفشون و اینکه ازشون بپرسی که منظورت این بود، یک داری نشون میدی که برای حرفشون ارزش قائلی و داری گوش میدی، و این خیلی احساس خوبی به اون درس میده که یه کسی انقدر داره ارزش قائل میشه برای حرفایی که دارن میزنن. خب و یک فرصتی هم داری به اونا میدی که چیزی رو که ممکنه درست نفهمیدی رو برات واضح تر بکنن. خب بعد که واضح تر کردن، میتونی یه مقدارم روش بیشتر وقت بذاری که بفهمی که واقعا دارن چی میگن، که سریع نپری رو سوال بعدی که به نظر حمله به نظر نرسه. بعد از اون مثلا میتونی بپرسی خب کجای انجیل، حالا میگی اینو انجیل گفته، میتونی به من نشون بدی کجای انجیل اینو گفته؟ خب ممکنه اون موقع به این نتیجه برسن بدون که خودت گفته باشی، به این نتیجه برسن که اینو فقط باور کردن که مثلا اینو تو که انجیل گفته، ولی خودشون هیچ وقت اینو چک نکردن، بگن که من اینو همیشه قبول کردم که به من گفتن تو انجیل اینو گفته، ممکنم تو انجیل هم اینم باشه، ولی من یک بار اینو تو انجیل خودم نرفتم چک کنم که هست یا نه. خب ممکنه بعد به خودش بگه که نمیدونم کجا انجیل اینو گفته، بعد این یه ذره شک، یه ذره به خودش یه چیزی تو یه صدای توی مغزش داره بهش میگه که تو یه چیزی رو قبول کردی بدون که خودت هیچ وقت ببینی. خب یا اینکه ممکنه نه انجیل رو باز کنه بیاد نشون بده که اینجای انجیل اینو گفته، بعد مثلا تو میدرسی که آها با این حتما هم 100% درسته، بعد میگم با آره معلوم که درسته تو انجیله، بعد میتونی بپرسی خب از کجا بعد شما از کجا میدونی که همه چی توی این کتاب درسته، و همینجوری ادامه میدی هی میری جلو آروم آروم. خب البته میتونی کنتر از اینم بری جلو، برای که اگه یه ذره سریع بری جلو ممکنه تابلو میشه. آره تابلو یه چیزی که بچه ها میفهمن آدم شاید حتی 14 سال که خیلی سن زیاده، ولی خیلی سن کمتر چه خودمون بودیم چه بقیه رو میریم میفهمن، اینه که کاملا متوجه میشن که اگه داره باشون حرف میزنی فهم میخوای یه حرفی ازش بکشی که اون حرف اصلیه خودتو بزنی، یا یعنی که واقعا میخوای چی ازش بشنوی. این حتی اگه دیتایی که اون بچه داره به نظرتون غلطه، این خیلی بهش حس خوبی میده که بری راجع به ازش سوال کنی، اون احساس کنه که یه چیزی بیشتر از تو میدونه و بیاد اون رو برات توضیح بده. حالا این لابلان میتونی مثلا اون چیزی که میخوای بگی بری، مثلا میگه که همین که مثالی که الان آرمین زد، مثلا میگه مثلا داره میگه که
ها اینجا اینجی گفته. آخه من شنیده بودم که مثلا تو فلانتس هم اینجا هم اینو گفته، نه نمیدونم نه حالا نه مثلا این یه ذره زیادی، اگه تو ادعایی نباید بکنی به نظر من، یه مقدار زیاد ممکنه آره زیادی، آره میگم بیشتر یعنی باید بذاری بستگی به اون چیز ادعا داره. بکنه، فقط سوال کنی. خب آره بهتره که من فقط امروز سوال کنی. دقیقا این چیزی هم که من گفتم خیلی مقدار سریع بود، یعنی خیلی به نظر من حتی کنتر از این باید باشه، یعنی مثلا باید یه پرسیدی، بعد گفتم، بعد شاید گفتی چند آها سال طول بکشه. آره، یعنی سوال بعدی رو ممکنه چند روز بعد بگذره که این احساس بکنه که مثلا تو الان توی شرایطی قرار گرفتی که مثلا جوابشو فعلا پذیرفتی به عنوان که اعتقادی که اون داره، نه که مثلا تو قبول کردی تشکر اونو. کنی ازش اصلا بدونه که به درد خورده اون چیزی که گفته. آها، و احساس بکنی که نه تشکر، بگی که جالب بوده برات، که نه جالب از اینکه مثلا چیز کردی، از اینکه مثلا جوابش رو دادی، بگی آن دست در نکن مرسی مثلا یه هم چیزه. چون میگم نکتهش بیان، من یه بار صحنه دیدم، یه بار توی فروشگاهی بودم، بعد یه خانومی با بچهش اومده بود، بچهش خیلی کوچیک بود، یه دختر کوچیک خیلی خوشگلم بود، داشتم با هم صحبت می‌کردم، این خانم می‌خواستن یه چیزی برای یکی کادو بخرن. خب شاید حالا به نظر کسی جالب نره، واسه خود من خیلی جالب. بعد خانومه مثلا یه دفعه بچه‌ش اینجوری کرد، گفت فلان اسمش رو یادم، گفت فلان به نظر تو کدومش اینا قشنگ‌تره با اینا؟ بعد خب من مثلا چاله با چنین صحنه‌ای واقعا چیز مواجه نشده بودم که مثلا بفهم که ايه نظر من انقدر مهمه. حتی اگر نظرم میپرسیدن تایید دارم، احساس میکردم که این حالت فرمالیته داره، تأثیری نداره تو انتخاب، این اراده آزاد قضیه. بعد داستان بعد دیدم که دختری داره باش صحبت میکنه با مامانش و نظرشو میگه و با هم دارن صحبت میکنه و با آخرم یه جوری شد که انگار مثلا نظر دخترم تو این قضیه بودش. بعد چه کنم فکر کردم که خب چقدر بچه فکر بهتر مثلا حس بهتری داره، چقدر میتونه تو آینده تو تصمیمش مثلا این قضیه تاثیر بذاره، چقدر جسارت بیشتری پیدا میکنه. حالا یه جوری میشه به این قضیه هم ربطش داد، اینکه مثلا میگم یه چیزی ازش میپرسیم بدونه که این چیزی که میدونه رو اصلا شما نمیدونستی و واقعا تو استفاده کردی، این فکر کنم قدم اولش باشه. حالا بعدا میتونه، حالا این بستگی به شخصیتش داره، بستگی به سن و سالش، مدل زندگیش داره، بعدا میشه اونا رو بهش اضافه کرد، ولی فکر کنم قدم اول که بفهمه که یه چیز ارزشمندی داره پیش خودش، این فکر کنم خیلی نکته مهمیه. با تجربه شخصی من تخصصی نیست بازم بتونه. بعد کیان میگه اگه فقط سوال کنه اون تعجب نمیکنه که چرا پدرم خودش هیچ نظری نداره تو این سن و سال. ببین تو اگه ازت سوال بشه که نظرت چیه، میتونی خودت جواب بدی. خب ولی مطمئنا یه روزی میاد ازت میپرسه. آره، ولی تو داری تو نشون نمیدی که نظر نداری، داری نشون میدی که کنجکاوی درباره نظرهای پسرت. و این اتفاقا اکثر پسرها پدری ندارن که کنجکاو باشه، یعنی اتفاقا یه چیز باعث افتخار خیلی از بچه ها میشه که من پدری دارم که اصلا نظرش برای من مهمه. چون معمولا اکثر پدرها احساس میکنن که میخوان عقایدشون رو به پسرشون تحمیل بکنن، که تو این حرف غلطه، اینو باید قبول کنی. خب و یه پدری که مثلا براش جالب، نمیگی که مثلا نظر نداری، یه پدری هستی میخوای، چیزی رو که داری نشون میدی اینه که پدری هستی که نظرهای پسرت برات جالبه، میخوای بدونی که پسرت به چی اعتقاد داره. خب و کنجکاوی، برات مهمه، نه اینکه خودت نظر نداری. یعنی خودت که... بگو یه چیزی که الان به ذهنم رسید، مثلا میتونید گاهی اوقات خودت رو نه شکست خورده ولی عقب نشینی کنی، مثلا به بهونه که خب الان کار دارم ولی رو حرفات فکر میکنم، باید روش فکر کنم چند روز، مثلا اینجوری بهش بگی که حرفاتو شنیدم و حالا روش فکر میکنم، بعدا با هم صحبت کنیم، حالا به بهونه اینکه مثلا الان کار دارم باید برم یا هرچی. نه ببین، من میتونی نظراتو ببین، ممکن اگه پسرت نظراتو تو ازت بپرسه خب، و ببینی که نظراتو تو عوض نشده، خب احساس بکنه که مثلا پدرم کافر و بهمان اینا، خب و ممکنه این باعث بشه که ازت دور بشه، به نظر من کاری که میتونی بکنی که یه کمی احتمال اینو کم بکنی اینه که نه، دروغ نباید بگی، نباید بگی که مثلا، من نمیگم به پسر دروغ بگو، ولی یه ادعا میتونی بکنی که باید ادعای درست واقعی هم باشه، اینه که تو حاضری نظراتو تو عوض بکنی و به عقاید خودت هم همیشه شک داری. میتونی اینو بگی که برای این پس مثلا برای پسر یه احساس فرصت بکنه که این بحثو ادامه بدیم، برای اینکه تو داری میگی که ببین خب من اینجوری اینجوری فکر میکنم، ولی نمیگم اینا حتما درسته، ممکنه عقایدم اشتباه باشه، یعنی
قابلیت شک رو به پسرت هم نشون بدی هم داری تبلیغ میکنی، خب که نشون بدی این اصلا نقطه ضعف نیست اگهش میتونی شک بکنی و من میتونم، من همیشه حاضرم یاد بگیرم گوش کنم به نظرات بقیه و اگه دیدم که مثلا دلایل خوبی وجود داره حاضرم به طور آروم عقایدم عوض کنم، یعنی یه شبه ممکنه عقایدم عوض نشه، یعنی به پسرت نشون بدی که مثلا ممکنه بیاد پدرم رو ممکنه بتونم نجات بدم بلکه این فرصت رو بهش دادی. خب ولی دروغ من فکر کنم نه من نگفتم دروغ بگیم، گفتم که بهش یاد بدیم که بعد هر بحثی میشه مثلا بگی خب من فکر میکنم به حرفات و بهش یاد بدی که میتونه در مورد حرفای طرف مقابلش هم فکر کنه. واسه اینجوری گفتم. بعد یه نکته هم که باید دقت کنین، این خیلی حوصله میخواد و شاید چند سال طول بکشه. درست. و یه چیزی که باید کلن یاد بگیرین چجوری توی بحثا هی مانع ایجاد کنین تا یواشکی بدون این که طرف مقابل بفهمه مثلا به اون سمت و سوقی که شما میخواین مثلا کشیده بشه، به زور نکشونینش، مثلا با یه سوال جلوش مثلا بگیریم و به یه سمت دیگه مثلا هدایتش کنین. بعد یه نکته دیگه هست، این آخرین نکته چون 2 ساعت شده ما باید بریم. باشه باشه. میگن که بچه ها وقتی که هویت بهشون ندین شبیه ظرف خالی هن و به محض اینکه تو محیط دوستان یا مثلا مدرسه مثلا تو کشور اسلامی قرار بگیرن تمام اون ظرفیتشون پر میشه با اون ایدئولوژی که دارن. مثلا تو اروپا بعضی از این اروپا زاده هایی که پدر مادرشون مسلمونن شاید خود پدر مادرشون خیلی مسلمون داغی نباشن، ولی به خاطر آسیب هایی که دیدن و هویت اروپایی رو نپذیرفتن و خالی بوده اون ظرفشون، به محض اینکه یک امام جماعت یک مسجدی مثلا یه سری هویت یه هویتی به اینا داده که اینا رو متمایز کرده از بقیه و خیلی هم از تبعیض‌های بین مثلا اروپایی‌ها و اون اقلیت استفاده میکنن باعث میشه اینا خیلی داغ باشن. و برای مثلا مردم داخل ایران بعضی از پدر مادرها هویت نمیدن به بچه‌شون و جامعه این کار میکنه، جمهوری اسلامی این کار میکنه، معلم دینی این کار میکنه. و به نظر من برمیگردیم به همون افتخار کردن. آرمین، ما باید یه اسطوره از خوبی ها بسازیم، حالا نه اسطوره تاریخی ولی باید ارزش ها رو به بچه ها، یعنی هویت بچه رو گرد یک اسطوره از ارزش هایی که خودمون میتونیم تعیین کنیم، مثلا مثل آزادی، مثل تفکر نقادانه، مثل علم، باید هویتش رو اونجوری شکل بدیم قبل از اینکه کسی بیاد و ایدئولوژیش رو بریزه تو ظرف اون بچه. و اون اسطوره حالا میتونه حتی تاریخی هم باشه ولی یک شخصیتی نباشه که بشه ازش در جهت منفی استفاده کرد. ما بعد من آشنام حرف آخرش رو بزنه کیان میگه آرمان واسه همین رو بگم، میگم منتظرم آرمان تیر آخری دوباره بزنه بره من کیان داره میگه آرمان مراقب باشه تو همیشه آخرش خراب بکنی. نه ولی واسه گل خوب، واسه گل خوب میدم من که میدونم تو واسه آخری چیزی کنار گذاشتی، ولی حالا من بگم حرف آخرم فقط یه جمله بگم که تجربه خود من خیلی خوب بوده، بهت پیشنهاد میکنم اگه مشاور خوبی پیدا میکنی خیلی میتونه کمک کنه، بخاطر اینکه یه سری آدم تخصص داره این بحثا رو دارن، میتونن خیلی بیشتر از خود من، حداقل من، حالا بچه‌ها نمیگم، خود من خیلی بیشتر میتونم کمک کنم، بتونی باهاشون صحبت کنی، اونا تخصصی تر میپردازن. مرسی.
درست. خیلی خب، پس ما بریم دیگه، 2 ساعت هم شد، سر 2 ساعت بریم. ممنون که شما ما دیدین بالا، ممنون که از وقتتون، من لذت بردم، هم نبا آوا هم ممنون عشن. تو هم همچنین دست در نکنه، خیلی خیلی لذت لذت بردیم. دارم. ممنون هم آنو از ببخش، من لذت شوخی کردم، ببخش. برای چی؟ شوخی خوبه، شوخی خوبه. نه میگم آرمان ببخش اگه من شوخی کردم، ناراحت نشید. نه خواهش میکنم، آزادی، من به همه آزادی میگم. فعلا خدا حافظ، خدا خدا حافظ همه شما. بدرود بدرود، جای بارک خالی.